این مقایسه بین انقلاب اسلامی و این جنجال ها و شورش ها و قیام ها و انقلاب هایی که در کشورهای عربی اتفاق افتاد، این مقایسه مقایسه عبرت آموزی است. اونهایی هم که موفق شدن، مثلا فرض کنید بعض از کشورهای شمال آفریقا که در مبارزه با فرانسه و اینها توانستن استقلال به دست بیارن، بعد از اندک مدتی هضم شدند در فرهنگ همون گروه استعمارگر. اینجا بنده یکی از همین کشورها که حالا اسم نمیخوام بیارم، آمد با من وزیرش، وزیر عالی رتبهش، نخست وزیرش ملاقات داشت زمان ریاست جمهوری ما، شروع کرد با من صحبت کردن، عربی حرف میزد، یک مطلبی رو میخواست بگه، کلمه عربی اون مطلب رو بلد نبود. رو کرد به اون مشاورش، همراهیش که پهلوش بود، کلمه فرانسوی اون رو گفت، گفتش که این چی میشه به عربی؟ بعد او بهش گفت که بله، به عربی این کلمه معناش اینه. یعنی اونچنان فرهنگ فرانسوی بر اون کشور تسلط پیدا کرده بود که اون کسی که نخست وزیر اون کشور بود، زبان خودش رو که زبان عربی بود و درست بلد نبود، باید فرانسه رو براش ترجمه میکردن به عربی تا میفهمید که معنای این کلمه چی. اینجوری گیر کردن این کشورها، اینجوری موندن وسط راه، راهی که 40 سال جمهوری اسلامی با قدرت داره حرکت میکنه و میاد. خب حالا این دشمنی ها بوده، امروز هم هست.